بزرگداشت از 14 سال روز تدوین قانون اساسی در کشوری که باورها به قانونمندی رفته رفته تنها به حضور در چنین مراسم خلاصه شدند. دلته د افغانستان ټول اتباع مساوی ګڼل شوی، هیڅ افغان له هیڅ افغان نه کم نه دی او هیڅ افغان له هیڅ افغان نه جګ نه دی. در چنین اوضاع از تلاش ها برای گنجانیدن قانون اساسی در برنامه های آموزشی مکتب های کشور نیز سخن گفته می شود. مردم هم از حقوق خود آگاهی داشته باشند و در این حال مسئله دولت مکلفیات خود انجام بده. در کنار ده ها نمونه که در چند سال اخیر از آنها همچون صد فرارای عملی شدن قانون اساسی یاد شدند، اینها چند نمونه بزرگ از این دست دانسته می شوند. انتخابات شورای ولسوالی و شورای قریه، شاروالی ها و مجالس شاروالی ها از طرف حکومت قبلی برگزار نشد، با وجود که امکانات برگزاری از انتخابات وجود داشت و عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگ در سال 1394 و برگزاری انتخابات پرجنجال سال 1393 و بنبست ازی و بالاخره ایجاد حکومت وحدت ملی بر مبنای توافقنامه سیاسی، اینا کلش نشان دهنده نقض قانون اساسی است. در این میان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که بر عملی شدن احکام قانون اساسی تاکید می‌ورزد نیز درگیر اختلافات داخلی اعضای این کمیسیون بوده است، چنان که در ماه‌های پیش اعضای این کمیسیون با سلب عضویت رئیسشان از این کمیسیون تلاش کرده بودند. امروز اکثریت اعضای کمیسیون در کنار به شمول خود رئیس کمیسیون در کنار هم قرار گرفتن و تصمیم جدی گرفتن که دیگه ما کمیسیون نمیخوایم به قهقرا بره. قانون اساسی در هر کشور تامین کننده نظم و بنیاد قانونهای دیگر دانسته می شود. افغانستان برای دست یافتن به قانون اساسی که پاسخگوی همه نیازهای این کشور و مردمانش باشد نزدیک به یک قرن تلاش را گوا بوده است. اما در نابسامانی های چندین دهه افغانستان قانون شکنی های بسیاری انجام شدند و در این میان قانون های اساسی کشور نیز از این آسیب ها به دور نبودند.